دفاع در مقابل حمله مردم، از هم جدا نشیم، همیشه با هم و در کنار هم باشیم. هنگامی که مردم به عقب فرار میکنند با آنها برگردید، از توهین به مقدسات، عناصر و نمادهای مذهبی خودداری کنید، با خود وسیله این مانند ناخنگیر همراه داشته باشید و در جیب پشت شلوارتان بگذارید تا در صورت بازداشت اگر امکان را داشتید بتوانید دستبند پلاستیکی را پاره کرده و فرار کنید. مورد بعدی نحوه رسیدگی به جراحات که حالا ما اینجا را هنوز ما پر نکردیم، حالا موندیم دوستانی که حالا عرض کنم که در مورد کمک‌های اولیه اطلاعات دارن، اگه میدونن بیان بالا در مورد این قضیه صحبت بکنن، عادی میشه که ما اون نکات رو در مورد رسیدگی به جراحات هم توش اضافه کنیم، حالا انواع جراحات هم که داره. بعد عرض کنم که نکته بعدی در صورت دستگیری، پلیس خوب وجود نداره، همه پلیس ها بدن، هیچ وقت به پلیس ها اطمینان نکنید و تا حدی که میتونید راجع به اتهام حرف نزنید و تا میتونید اتهامات خود را رد کنید. اینو من نمیدونم آیا پیشنهاد خوبیه یا نه، اینا فعلا الان اضافه شده، اگه اختلاف نظر دارین بیاین بگید. خب میگه اتهامات خود رو رد بکنید، من تو آمریکا مثلا میگن اصلا حرف نزنید، اینجا داره میگه اتهامات خود رو رد بکنید. حالا نمیدونم آیا رد بکنید یا اصلا حرف نزنید. اینا رو اگه میشه کسایی که میدونن چه چیزی بهتره بیان اینجا توضیح بدن که اینا ما بتونیم اینو آپدیت بکنیم. بگو بابک. عرض کنم چگونه ناشناس بمانید؟ تا حد ممکن از همراه داشتن تلفن همراه اصلی خود اجتناب کنید. اما اگر به هر دلیلی گوشی همراهتان بود، آن را در حالت هواپیما قرار داده، فلایت مود، و از برنامه‌ها و حساب‌های کاربریتان خارج شدید. به عنوان مثال از برنامه ایمیل خودتون خارج شید. ویدیوها را تا حد امکان روی گوشیتان نگه ندارید. حتماً دو تیشرت بپوشید که اگر پینت بال زدن سری لباس رویی را عوض کنید، چون شناسایی و دستگیر میشید. تا حد ممکن چهره خود را با ماسک یا وسیله دیگری بپوشانید. تا حد ممکن از لباس‌های استفاده کنید که مدل یا رنگ خاصی نداشته باشند که شناسایی شما را آسان کنند. زمان فیلم گرفتن از صورت معترضین فیلم نگیرید. این کاری که من میبینم خیلی این اتفاق میفته داخل ایران متاسفانه، که باعث شناسایی آنها نشد. یه لحظه بابک، من نمیدونم آیا میشه اینو انتظار داشته. نه، یعنی شما دارین فیلم میگیرین؟ نه میگم نمیشه، ما داریم میگیم در حد امکان دیگه. آره ولی فکر کنم انتظار خیلی سختیه، چجوری از این همه فاجعه فیلم بگیری و صورت مردم نیفته؟ نمیشه، نمیدونم. حالا اگه کسی نظری داره اینو بگیم. کسایی که بیشتر حالا فیلم‌ها رو منتشر میکنن باید قبل از انتشارش، چون میفرستن برای خیلی از افراد حالا شناخته شده، اونا باید مثلا اون چهره‌ها رو یه جوری مات کنن، شطرنجی کنن. لطفاً دارید میرید ماسک بزنید. اگه خودتونم براتون مشکلی نیست که صورتتون دیده بشه، خب برای پخش، چون کسی نمیدونه براتون مشکل هست یا مشکل نیست، پخش این ویدیو سخت میشه اگه شما ماسک نداشته باشید. خب یعنی حتی اگه میگید من مشکل ندارم از صورتم بیفته، خب کسی که میخواد این فیلم ها رو پخش بکنه که نمیدونه شما مشکل دارید ندارید، بعد مجبور میشن کلی مثلا ادیت بکنن، هر صورت های شما رو حذف بکنن. سعی کنید ماسک بزنید که بتونن راحت فیلم بگیرن و این فیلم ها رو پخش بکنن بدون که بیان از شما رضایت مجبور بشن بگیرن. خب من نمیدونم، حالا اینم شاید غلط باشه، بیان دوباره بگین اگه حرف من درسته یا نه. اینا رو ما کارشناس نیستیم، برای همین منتظریم که بچه‌ها بیان بالا و با هم صحبت بکنیم ببینیم چی جواب بده. بگو بابا. از گرفتن چیزهای مانند گل، بطری آب و غیره از افراد غریبه در تظاهرات و جاهایی مانند مترو و پل و اتوبوس خودداری کنید. ممکن آنها از طرف خود سرکوبگران باشند و گل و بطری آب نشانه برای تشخیص شما باشند. مورد بعدی، هماهنگی برای محل اجتماع. قبل از حضور در اجتماعات محل تجمع را روی نقشه بررسی کنید و سعی کنید راه‌های فرار را به خاطر بسپارید. یه نکته دیگه هم داشتیم در مورد شناسایی محلهایی که اینترنت دارد، حالا اونم خالی، حالا دوستان اگر میدونن بیان بالا با ما بگن که چطور میشه پیدا کرد تو ایران در شهرهای ایران که کجا اینترنت های فری دارن، حالا که دوستان بتونه استفاده. چیزی که حالا اینجا یه لحظه قبل از اینکه بریم نکته بعدی، چیزی که الان این اضافه نشده ولی چیزی که دیشب داشتیم بحث می‌کردیم توی دیسکورد جمهوری بی خدایان اینه که بعضی داشتن میگفتن که یه سری محله‌های اینترنت بیشتر داره تا مثلا جایی که شلوغ میشه اینترنتش قطع میشه، ولی جاهایی که مثلا شلوغ نمیشه، معمولا شلوغ میشه، اینترنتش قطع
نمیشه یا اینکه کمتر قطع میشه، نمیدونم دقیقاً، ولی خب اگه این محله ها رو بتونیم شناسایی بکنیم، ببین بخاطر اینکه موضوع اینه که شما میخواین برین فیلم بگیرین، عکس بگیرید، بعد میخواین این رو تلفنتون نمونه، برای همین اگه بدونین کجا اینترنت داره میتونین برین توی اون جایی که اینترنت داره آپلود بکنید، بلکه آپلودش کردین لاگ اوت بکنین از جایی که آپلودش کردین و بعد از رو تلفن خودتون دیلیتش بکنین. خب حالا آیا این روش خوبیه یا روش خوب نیست، اینا بررسی میکنیم و به اینجا اضافه میکنیم، ولی خب برای اینکه اینو این کار این جواب بده باید بدونین کجا اینترنت داره و کجا برین که آپلود بکنین. خب ادامه بده بابا. یه موردی هم من امروز دیدم تو توییتر، مثل گویا حالا برای برخی جواب داده در مورد اینترنت، اینکه اگر از سیم کارت از تلفن، یعنی از اینترنت سیم کارت استفاده می‌کنن حالت 4G هست، ببرن به حالت 2G قرار بدن، مثل اینکه اینترنتش هم تو با سرعت پایین‌تر هم وصل میشه. من اینو شنیدم، نمیدونم تا چقدر صحت داره این، حالا اگه دوستان تجربه دارم بیان بالا بگن. اگه آره این اگه درسته بابک همینجا باید اضافه، این خیلی مهمه، اینکه گفتی اگه درسته این همین جاها باید اضافهش بکنی به این به این گوگل داکیومنت. بعد عرض کنم که یک موردی، آره مورد آخرم که تجربه های شماست، که دوستانی که میگم جمهوری بی خدایان بودن در داخل ایران، در داخل خیابون یک سری تجربهات رو کسب کردن با ما در میون گذاشتن، میتواند کاملا غلط باشه. میگم باید بیایم بالا صحبت کنیم با هم دیگه. عرض کنم که نکته در مورد گاز اشکاور، گفتن اینا همه تجربه های شخصی، میگه عوارضش مثل همدیگه نیست. بعضیا دچار سردرد و تهوع و اسهال شدن، بعضیا دچار خارش بدن. مواردی هست که سیگار تأثیر مثبتی روش نداره. این نظر کارشناسانی نیست، البته خود این فرد گفته. ممکنه خیلی دلایل دیگه داشته باشه، ولی چیزی شبیه مسمومیت یا علائم مشابه سرماخوردگی هم مشاهده شده. نمیتونم قطعی بگم تأثیر گاز بوده، ولی نه توی خونه، نه محل کار، نه شب اول هیچ کس مریض نشد. اما من و دوستم که شب دوم با هم بودیم، هر دو مریض شد و با علائم متفاوت. اون حالت سرماخوردگی من حالت بدن درد وحشتناک، ضعف، اسهال شدید و تهوع بود. در مورد تجمعات هم حالا یه نکته بود، اونم گفتن توی مشهد چیزی که شاهد هستیم تجمعات پراکنده است، بدون فراخوان، یعنی یه 10 نفر که جمع میشن یه آتیش روشن میکنن وسط خیابون و تجمع میشه پشترش، ببخشید تجمع میشه پشترش، و این باعث میشه نیروی سرکوبگر مجبور باشه فضای بیشتری رو پوشش بده و صرفا از پیش روی مردم جلوگیری کنه، پیش روی مردم جلوگیری کنه. حداقل اینجا جوریه و سرکوب نمیتونن، من نمیدونم نکته این چوری اینجوری نوشته، من اصلا خودم تیک آخر نخوندم، عذر میخوام ازتون، جون واقعا نقطه ویرگولاش معلوم نیست، و سرکوب نمیتونه، اما حضور لباس شخصی ها وحشتناک زیاد، نفوذی ها تجمعات رو چند تیکه میکنن و وقتی همه پخش شدن نیروهای سرکوبگر سریع این فضا رو پر میکنن و راه های ورودی رو میبندن و دیگه حلقه های 4-5 نفره نمیتونه کاری از پیش ببره. ظاهرا تو مشهد حدود 1200 نفر رو دیشب بازداشت کردن، با یکی دوتا واسطه شنیدم 2 نفر رو شب اومدن خونه شون بردن، میگن تمام بازداشت خونه ها پر شده. این موردی بود که حالا میگم امروز بچه یه سری از بچه ها رو دست ما رسوندن.